اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر و معین. با یک وقفه یک هفته‌ای بحثمون رو در حوزه مباحث سینمای استراتژیک دنبال می‌کنیم. با سریال پوینت پلزنت و ادامه ی ژانر تخصصی که در حوزه فرشتگان، شیاطین و بخشهایی از حوزه های سینمای وحشت و همچنین سینمای آخرالزمانی و نکاتی در تقابل ایدئولوژی ها، این بحث رو دنبال میکنیم با یکی دیگه از آثاری که تلویزیون آمریکا تو این زمینه تولید کرده و به اون پرداخته. پوینت پلزنت یک سریال مشخصی است که یک سیزن بیشتر نداره، حدود 12 قسمت. در این 12 قسمت 13 قسمت به یک موضوع شاخصی پرداخته شده و ماجرای دختر جوانی است که در یک شرایط ویژه و خاصی پدید آمده و نضج گرفته. عنوان پوینت پلزنت از ساحلی و منطقه مسکونی کوچکی در ساحل اقیانوس اطلس شمالی گرفته شده در نزدیکی فیلادلفیا در ایالت نیوجرسی که نزدیک به شهر نیویورک هست. میدونید نیویورک اهمیت ویژه‌ای برای قوم یهود داره، یعنی بیرون از سرزمین فلسطین مهمترین جایی که برای یهود حائز اهمیت در رتبه اول شهر نیویورک. خب نزدیکی این حوزه و نزدیکی منطقه ساحلی پوینت پلزنت به نیویورک و وجود و حضورش در سواحل شمال شرقی ایالات متحده به دلیل جو مذهبی خاصی که محدوده فیلادلفیا داره و اون ماهیت مذهبی خاص فیلادلفیا در حوزه پروتستانتیزم، به ویژه اینکه مراحل اولیه ورود پیوریتن ها و گروهی که مذهبیونی که از سمت اروپا به خاک آمریکا وارد شدن این سلسله مناطق هست، شناخت منطقه عمومی پوینت پلزنت یک بار معنایی خاص داره. مثل اینکه یک فیلمی ساخته بشه در ایران اگر در مورد قم باشه و بستر شکل گیری ماجراها در قم، خب یک پیامی داره. اگر در مشهد باشه اون پس زمینه و اصطلاحاً بک‌گراند مذهبی مشهد قطعاً توی اون فیلم مؤثره. حالا نه اینکه منطقه فیلادلفیا نیویورک یا مشخصاً اون سواحلی که پوینت پلزنت هم جزو اون هست یک منطقه مذهبی باشه، ولی بافت سنتی داره، بافت سنتی اعتقادی. بعضی شهرهای ما شهرهایی هستن که کاملا از نظر مسائل فرهنگی یک عمق و غنایی دارن، اما بعضی شهرهای ما به دلیل شرایط صنعتی رشد گسترده‌ای پیدا کردن، اون هویت اصیلشون رو ندارن. تفاوت و تمایز مثلا فیلادلفیا در شمال شرق آمریکا با منطقه‌ای مثل لس آنجلس در جنوب غرب ایالات متحده از این جهته. کالیفرنیا شهرهای اصلیش به خصوص مثلا خود لس آنجلس
اینها اون هویت شاخص رو ندارن، از همه جا افراد به اونجا سرازیر میشن، نه تنها چند قومی است، چند ملیتی است، چند نژادی است، بلکه خیلی گسترده تر افراد از تمدن‌های متعدد اونجا حضور دارن. اما محدوده شمال غرب، شمال شرق ایالات متحده، به خصوص پیرامون فیلادلفیا و حد فاصل فیلادلفیا تا خود نیویورک، یک انسجام و یک نواختی و هماهنگی بیشتری در ذات خودش داره. پس شناخت محلی که این فیلم در اون ساخته شده مهمه، به خصوص برای مخاطبی که غیر آمریکایی است، باید بدونه این لوکیشن این فیلم کجاست. در سریال 44-2-0 و کایل ایکس وای ما محل فیلم رو در منتهى الیه شمال غربی ایالات متحده می دیدیم، در شهر واشنگتن، در ایالت واشنگتن، در شهر سیاتل. فضای اونجا پایه‌ای بود برای اون فیلم. در سریالی مثل سریال 24 پایه ساخت فیلم شهر لس آنجلس هست در ایالت کالیفرنیا. اون چند ملیتی و چند قومیتی بودن رو بهتر نشون میداد. سریالی مثل لاست ناکجا آباده، یعنی شناخت خود اون زمین و اون جزیره که گم شده است و این گم شده ها در یک مکان گم شده و ناکجا آبادی هستن، خود اون پایه شناخت ماجراها در فیلمه. در سریال پوینت پلزنت هم شناخت محل بسیار حائز اهمیت. در این منطقه ساحلی افراد و جوانانی هستن که مردم شنا میکنن در یک تابستان. اونجا هم منطقه سردسیریه، یعنی تابستون‌های اونجا همون دوره محدودی است که میشه شنا کرد، برخلاف مثلا سواحل جنوبی آمریکا در فلوریدا، یعنی همون کرانه رو شما از اقیانوس اطلس شمالی بگیرید تو هم ساحل آمریکا رو تا پایین بیاد، در ایالت فلوریدا، سواحل اون دماغه فلوریدا که نزدیک میشه به کشور کوبا، اونجا آب و هواش متفاوته، مثل آب و هوای آذربایجان ما، اردبیل ما نسبت به خوزستان، یا سواحل کیش نسبت به سواحل شمالی. به این خاطر این به اصطلاح منطقه سردسیر یک دوره زمانی کوتاهی کنار ساحلش اون فضا و اون امکان و در واقع تفریح رو میتونن داشته باشن. حالا جوانایی که اونجا وظیفه‌شون نجات غریق، مردم دارن شنا میکنن، هوا طوفانی میشه و توی فضای طوفانی متوجه یک کسی میشن که توی آب هست، یکی از اون جوانها وارد آب میشه تا اون رو نجات بده. دختر جوانی است که نمیدونن مربوط به کیه، چون اون شهر و اون منطقه کوچیکه، همه افراد همدیگر رو میشناسن. این دختر جوان غریبه رو پیدا میکنن و میارن. پزشک و دکتری که توی اون منطقه هست خونه اون میبرن تا اون درمانش میکنه، و بعد هم پلیس محلی برای ارزیابی میاد توی اون خونه، و بعد که پرسجو میکنن معلوم میشه که این خانوادهش یه جای دیگه است، از همون ابتدا این دختر مرموزه. پزشک در معاینه چشم اون متوجه یک علامت سپر میشه، عدد 666 که شیطان پرست ها به عنوان یکی از نمادهاشون شیطان پرست های دوره مدرن استفاده میکنن. وقتی اون دایره 6 روی هم منطبق میشه و اون سه تا پره اون رو در سه زاویه کنار هم میچینن، خب طبیعتاً این حس رو منتقل میکنه در درون مردم که چشمش این علامت 666 وجود داره. راز فیلم و رمزگشاییش در خط تعلیقش از همینجا آغاز میشه. اسم این دختر جوان کریستیناست. کریستین در ادبیات غربی، کریسچن یعنی مسیحی، کریسچنیزم یعنی مسیحیت گرایی، کریستین مسیح، کریستینا مسیحا. این که فرض کنید ما اینجا به عربی اسم یه آقای رو میذاریم مبین، اسم یه خانمی رو میذاریم مبینا، اون الفی که انتهای اون اسم گذاشته میشه مؤنث میکنه این رو. مسیح و اینجا مسیحا میشه کریستین، کریستیان، و
کریستینا این تمایز رو ایجاد میکنه. کریستینا اسم این دختر جوان هست که حالا اگر تو همون فضای فرهنگی بهش نگاه کنی معنی در واقع مسیحا میده. این به اجازه میگیره از اونها که یه مدتی برای که حالش بهبود پیدا کنه توی خونه اونها زندگی کنه، خونه همون آقای دکتر بن و خانومش مگی. دختر جوانی دارن به نام جودی که درخواست میکنه که این اونجا بمونه. دو تا دختر داشتن اینا قبلا، یکیشون اسمش ایزابل بوده که خودشو غرق کرده، کشته شده. خانواده‌شون داغدار و عزادار اون هستن. مگی یعنی مادرشون خیلی هنوز هوش و حواسش متوجه این داغی است که در طول دو سال گذشته اینها دیدن. برای بهبود روحیه این خانم مگی و شرایطی که در خانواده اینها وجود داره، به مرور این دختر جوان کریستینا اونجا میمونه و به مرور این روحیه این خانم بهبود پیدا میکنه تا جایی که دیگه داروهای آرام بخشش رو استفاده نمیکنه، چون قبلا دچار توهم میشد و تخیلات عجیبی سراغش میومد. این خانم جودی در یه پمپ بنزین کار میکنه اونجا، همین دختر جوان اینها. خب مناسبات تینیجری، نوجوانی و جوانی است. تعدادی دختر جوان اونجا هستن، تعدادی پسر جوان که یکیشون همون کسی است که نجات غریق بود و این کریستینا رو از آب گرفت. ترکیب صحنه آرام آرام در این خانواده ها کامل میشه. نیرویی که این دختر جوان داره وقتی عصبانی میشه، خشمگین میشه، از چیزی در واقع ناراحت میشه، اون اثر خودش رو روی وضعیت برق اون منطقه میگذاره، آتش رو شعله ور میکنه، نسبت به هر کسی خشمگین میشه، خود به خود اون دچار صدمه و مشکل میشه. این وضعیت رو کاملا نشون میده توی فیلم و از همون ابتدا مخاطب متوجه میشه که این یک توانایی های ویژه‌ای داره. یک پروژه‌ای به نام کریستینا وجود داره. بعد معلوم میشه پدر و مادر واقعی این مشخص نیستن. کینگستون که به نام پدر این شناخته میشه، بعد معلوم میشه که اساساً پدرش نیست و به صورت سوری در اون شبکه سعی کردن این دختر جوان رو شکل بدن از دوره در واقع تولدش به این سو. مادرش معلوم نیست. این حالا وارد منطقه پوینت پلزنت که میشه، آرام آرام متوجه میشه که باید پدرش رو مشخص کنه، پدرش کیه، مادرش کیه. خب این خانواده مگی و بن و جودی کمک میکنن. اتاقی که برای ایزابل درست کرده بودن و بعد از اینکه ایزابل دو سال قبل خودکشی کرده و کشته شده، این اتاقش رو به عنوان یادبودش نگه داشتن. با پیشنهاد مگی مادر جودی اون اتاق رو به کریستیان میدن، به کریستینا میدن و کریستینا اونجا مستقر میشه و دیگه در واقع به عنوان عضو اون جامعه شناخته میشه. پسر جوانی که این رو از آب گرفت یعنی جسی، یک توانمندی های ویژه‌ای داره و دوست دختری داره که اون دوست دخترش هم از هم محلی هاشون هست. منتهاش با آمدن جودی این کشمکش ها و این مناسبات مثلثی عاطفی شکل پیدا میکنه. خب طبیعتاً اون هم به مرور به سمت اون دوست خود جسی یعنی به سمت تری متمایل میشه و یک مناسبات مثلثی و عاطفی دیگه هم در بستر فیلم شکل میگیره که بخشی از اون کشش فیلم رو به خودش اختصاص میده. دو جریان به مرور در پوینت پلزنت مقدمات پدیده به نام آپوکالیپس، به نام آخرالزمان رو اعلام میکنن. یک گروهی است که به سرکردگی لوکاس بوید وارد منطقه میشن، اعلام میکنه که میخواد اون منطقه و شهر رو بخره، یکی یکی خونه ها رو بخره و اونجا مستقر بشه. لوکاس ذاتن شیطانه و یک خلقیات شیطانی داره. در طول 90 خورده سال قبلی که از
فضای زندگیش میگذره جزو شیاطینیه که مثلا پیر نمیشن. خودش و همسرش رو کشته. یک مسابقه رقصی رو معرفی میکنه به نام دنس ماراتون. ماراتونه، مثل مسابقات ماراتون هست که فاصله طولانی رو میدوند، حدود مثلا 40 کیلومتر. در واقع دو استقامت در حد خیلی گستردش هست. اینجا هم یک جنس اینچنینی داره، یعنی در واقع در پوینت پلزنت هم یک ماراتون رقص برگزار میکنن. سابقه داشته، مثلا 70 سال قبلش برگزار شده بود. همین لوکاس که شیطانه، این اونجا با خانومش تو مسابقه شرکت کرده بود، به دلایلی این شکست میخوره و همونجا زنش رو میکشه به دلیل خیانت زنش. اما خب مجددا زنش زنده میشه و توی این فیلم همراهی میکنه اون رو. اون تجربه ها و اون شکست های عاطفی دهه های قبل امروز خودش رو توی زندگی اینها نشون میده و بروز میده. منطقه پوینت پلزنت پس توسط یک گروهی مورد هجوم قرار میگیره که شیطانن، آمدن تمام خونه ها رو بخرن، زندگی مردم رو از چنگشون در بیارن. یک گروه دیگه هم هستن که ثقلشون توی کلیساست. دو تا کلیسا رو تو نمادهای این فیلم از بالا نشون میده. یکی کلیسای کاتولیک هاست، یکی هم کلیسای ارتدوکس، کلیسای پروتستان ها. در کلیسای کاتولیک ها، جریان کاتولیک که اینجا تو این فیلم بهشون میگه واتیکانی ها، یعنی کسانی که به واتیکان وابستند، جریان واتیکانی ها دنبال این هستن که جریان لوکاس و اون شیطان ها رو خونسا کنن به عنوان طرفداران مسیح، و اون نقطه مقابل به عنوان ضد مسیح شناخته میشن، روبروی هم قرار میگیرن. از اینجا به بعد شما توی فیلم تقابل دو گروه رو میبینید که وجه المصالحه شون کریستیناست. گروهی که طرفدار شیطانن و گروهی که طرفدار مسیح هستن، با مرکزیت کلیسا و با در واقع مرکزیت عملی که لوکاس انجام میده. در درون این دعوا، حکومت آمریکا، جامعه آمریکا، جامعه بیدینی تلقی میشه. دو تا نماد اصلی داره. نماد اصلیش پلیس لوگان که پلیس اون شهر هست، پدر در واقع اون جسی، اون پسر جوانی که کریستینا رو از آب گرفت، نجات غریقه، پدر اون خونده میشه، ولی در واقع پدر اون نیست. مادرش سارا که نمادی است از ساره زن ابراهیم علیه السلام، یک زن عمیقا مذهبی است. این پسر رو که ماهیت قدیس داره و یک چهره قدسی محسوب میشه برای اونها، این رو به دنیا آورده، منتش در شرایطی با این زندگی کرده. به این پسر هم نگفتن که این لوگان پدر این نیست. لوگان بارها به زنش که به شدت مسیحیه و مذهبیه و در کلیسای مسیحی اونجا فعالیت میکنه، دفتردار کار میکنه، بارها به زنش میگه که به خدا اعتقاد نداره. یعنی رسماً به بی اعتقادیش، بی ایمانیش به خدا سهه میذاره چند بار توی فیلم. پس نماد حکومت که میشه پلیس، توی این فیلم در واقع نماد بیدینیه. تنها خانواده ای که پرچم آمریکا رو سر در خونشون زدن و در نمای در واقع باز، شما همیشه اون رو میبینید که پرچم آمریکا روی خونشون، بر فراز خونشون هست، خانواده دکتر بن هست. دکتر بن و همسرش میگی و دو تا دختراشون که حالا یکشون خودکشی کرده، اینها خانواده‌ای هستن که در به شرایط در شرایط مختزی هم خود بن اعلام میکنه که دین نداره، اعتقاد نداره، هم خانومش میگی هم جودی دخترشون اعلام میکنن که دین ندارن، اعتقاد ندارن. پس تفکر طبیعت‌گرا، یعنی یه جایی از فیلم میگه که پدر به این حرفا اعتقاد نداره، یعنی دکتر بن رو میگه، چون به علم اعتقاد داره، یعنی باورهای علمی که اشاره کردم. باورهای علمی اینجا منظورشون تفکر داروین و داروینیزمه که اساساً ریشه خلقت رو میزنه تفکر داروین و معتقده که این چیزی که گفته شده خدا چند هزار سال پیش بشر رو خلق کرد و از روحش درون دمید، این رو رد میکنه نگاه داروین. پس دو گروه، جامعه در واقع تحصیل کرده ای که آقای دکتر بن هست و نماد پرچم آمریکا رو بالای سر خونش داره و رسما همه اعضای خانواده توی قسمت‌های مختلف شرایط متفاوت اعلام می‌کنن که بی‌دین هستن، اعتقادی به خدا ندارن، و خود پلیس شهر هم که اعتقادی به خدا نداره اعلام می‌کنه همیشه با زنش سر این قضیه درگیره.
این گروه گروه وسط محسوب میشن، یعنی نه جزو کلیسا هستند و اون جریانی که دنبال نابودی این لوکاس و شیطانگراها، و نه جزو تیره و گروه لوکاس و شیطانگراها محسوب میشن. پس در این محیط مثلثی و دعوایی که بین دو گروه طرفداران مسیح و طرفداران شیطان صورت میگیره، مجموعه خود دولت و جامعه آمریکا که نمایندگانش میشن اون مشاغل خاص، میشن افراد تحصیل کرده، کسانی که پرچم آمریکا رو میزنن و خود پلیس، اینها این وسط موندن، چطور تبعات درگیری این دو گروه رو در این شهر کوچک که بود آرمانی و نمونه اون جامعه محسوب میشه رو خونسا کنه. فیلم با یک ریتم مناسب، خیلی سهل الوصول، خیلی ساده فهم و زود هضم برای ذهن‌های متوسط ساخته شده. ببینید المان‌هاش رو و عینیه. 10-12 تا نماد اصلی رو استفاده می‌کنه که نماد کلیساست، نماد 666 شیطانه. از فانوس دریایی بسیار زیاد تو این فیلم، تقریبا تو تمام قسمت‌ها توی ساحل فانوس‌های دریایی متعددی که هست رو نشون میده و از نمای بالا نشون میده. فانوس رو هم که شما می‌دونید ابزار نجات هست در ساحل. در واقع پوینت پلزنت رو میگیره ساحل نجات، که دو گروه به این ساحل نجات حمله کردن و این رو دارن مخدوش میکنن. گروه اول مسیحی ها هستن و گروه دوم طرفداران شیطان و بیدین ها که نه به شیطان گرایش دارن نه به مسیح. این وسط زندگیشون داره تحت شعاع تقابل اینها قرار میگیره. اون چیزی که ما از مناسبت این دو میشناسیم، غیر از شناخت محیط فیلم پوینت پلزنت که در نزدیکی فیلادلفیا هست و اشاره کردم نزدیکی نیویورک و فیلادلفیا پیام داره و به عنوان شهر مقدس یهود در درون خاک آمریکا، یعنی شهر نیویورک، منطقه پوینت پلزنت و تصویری که وقتی از بالا از روی این شبه جزیره گرفته میشه، خونه سازی هایی که اونجا صورت گرفته شبیه آرایش خونه شهرک سازی های اسرائیل هست، این پوینت پلزنت به عنوان ساحل نجات مورد هجوم واقع شده و این هجوم که حالا در وهمی که هست، چون کلاغ رو اونجا توهم شیطانی میگیرن توی این فیلم، مورد هجوم کلاغ‌ها قرار میگیره یا در درون کلیسا مورد هجوم اون حشراتی قرار میگیره که اون شیشه ایمان رو میشکنن و وارد کلیسا میشن. در هر دو صورت نماد این هست که جامعه آمریکا مورد هجوم دو جریان شیطانی و جریان مسیحی قرار گرفته. لوکاس زمانی که میخواد بیاد و شهر رو بخره، اون سردسته گروه شیطانگراها که مراقب و محافظ و در واقع همراه الیزابت، یعنی نقشی که الیزابت بازی کرده اینجا، یعنی نقش کریستیانا رو دنبال میکنه، توی یک قسمتی میگه که من میخوام اینجا رو تبدیل کنم به مکه، جایی و چیزی که زندگی انسانها رو تغییر میده. این اشاره‌ای که به مکه میکنه وقتی بهش میگن چرا اینجا رو میخوای بخری و بعد از اینکه اینجا رو خریدی میخوای به چی برسی، میگه اینجا رو میخوام آرام آرام بگیرم و تبدیلش کنم به مکه، جایی و چیزی که زندگی انسانها رو تغییر میده. مشکل اصلی در تفکر شیطان پرستی و در تفکر مسیحی و در تفکر بودایی و در تفکر زرتشتی و در تفکر یهودی و غیره این هست که قبله ندارند. درسته در نگاه مسیحیت و نگاه یهود هم قبله ادیان ابراهیمی یعنی مکه و بعد هم مقوله مسجد الاقصا در قرآن آمده، اما عمل نمی کنه. نه یهود به قبله و معطوف به قبله عمل میکنه، نه مسیحیت عمل میکنه، نه بودا قبله داره مذاهبش، نه زردشت، نه شیطان پرستا. نقش قبله مندی و داشتن یک نقطه کانونی همیشه در ادبیات ادیان مختلف و در فلسفه دین برای دینهای مختلف حالت یه عقده است، یه جور کم بوده، یعنی اینکه یک جایی باشه اینا همه به اونجا، به سمت اونجا نگاه کنن، به اونجا متمایل بشن و به اون سمت سجده کنن، نماز بگذارن، دعا کنن به اون سمت، یک نظمی روی همه کره زمین باشه به سمت یک نقطه کانونی، این خلأ رو همه ادیان و مذاهب دارن.
لذا اون نگاهی که میخواد تمثیل بیاره، لوکاس اونجا از مکه یاد میکنه، میگه میخوام اینجا رو تبدیل کنم، یعنی پوینت پلزنت رو به یک مکه. مکه جایی که چیزی که نمیگه جایی، میگه چیزی که در زندگی همه تأثیر میگذاره و زندگی همه مردم رو تغییر میده، که خب باید در انتهای فیلم دید آیا این محقق شد یا نه، که خب حالا اشاره میکنه. سریال پوینت پلزنت بر بستری عمل میکنه که در اون بستر غیر از این که ما مکانو شناختیم و موقعیت ویژه ساحل فیلادلفیا رو و شهر نیویورک رو از تأثیر مذهبی سنتی که در جوامع پیرامونی اون هست ادراک کردیم، نفوذ گسترده پروتستانتیسم و کاتولیسیسم و جریان آوانجلیست ها یعنی هزارگراها رو، کلیسای انجیلی رو اونجا درک کردیم. دو چیز دیگر هم اگر ندونیم، یک نکته دیگر هم اگر ندونیم، فهم این سریال برامون دشوار میشه. اونم تقابل فرهنگی درون جامعه آمریکاست. یعنی تقابلی که یک گروهش در واقع مسیحی ها هستن که دین رو تبلیغ میکنن و یک گروه ساینتیست ها و گروهی که اعتقاد به دین ندارن و معتقدن همه انگاره ها رو باید دینی فهم، در واقع علمی فهم کرد، که گفتم معروف به جریان داروینیست ها میشن. از تقابل جریان داروینیسم که علم رو مبنا قرار میدن و تکامل طبیعی رو، با جریان کریشنیست یعنی جریانی که خلقت رو مبنا قرار میدن، خلقت بشر و عالم توسط خدا رو، یک تقابل فرهنگی به وجود اومده که این تقابل فرهنگی، تقابل هنری، تقابل سیاسی، تقابل اجتماعی و تقابل اقتصادی رو در آمریکا شکل داده. این جناح بندی های فرهنگی سیاسی که در جامعه خودمون جامعه رو تقریبا دو پاره کرده و دو دسته در واقع نگاه رو به مناسبات اجتماعی رقم زده، یک همچین تقسیم بندی در درون خاک آمریکا هست، برخلاف اون تصور که همه فکر میکنن تقسیم بندی سیاسی اونجا حزب دموکرات و جمهوری خواه هست. تقسیم بندی اصلی فرهنگی و علمی بین خلقتگراها یا کریشنیست ها که به کلیسای انجیلی و کلیسای پروتستان وابستن، نقطه مقابلشون مجموعه داروینیست ها یا علمگراها هستن که اینها قدرت حکومتی بیشتری دارن، انگاره های اینها بیشتر توسط مرکز سیاست علم آمریکا تصفیب شده هست و نظریه های اینها علمی تلقی میشه. حالا این میانه خرد فرهنگ هایی مثل شیطان پرستی و غیره دیگه این وسط بازی میکنن، نوسان میکنن، از المان های هر دو بهره میگیرن. عدم ادراک و شناخت جریان شناسی فرهنگی اجتماعی هنری درون خاک آمریکا موجب میشه که فهم این سریال ها دشوار بشه. ما یک مشکلی داریم همیشه، اینه که با المان ها، شاخص ها، فکت ها، نشانه های خودمون آرا و آثار دیگران رو بررسی میکنیم، یعنی از منظر و چارچوب خودمون میبینیم، با نشانه ها و انگاره ها و باورهای خود اون جامعه ای که این کتاب رو نوشته، این شعر رو گفته، اون نظریه علمی رو داده یا این فیلم رو ساخته، از منظر خود اونا به چیزی که ساختن توجه نمی کنیم، که این هم ضعف نشانه شناسی ماست. لذا غیر از این که اهمیت ساحل پوینت پلزنت رو باید فهمید، منطقه فیلادلفیا و نیویورک رو باید فهمید که توی ساحل شمال شرقی آمریکا چه جایگاهی داره، همزمان باید خط تقابل دو جریان فرهنگی اصلی یعنی جریان خلقتگراها و جریان داروینیست ها رو هم باید فهمید و این دو جریان در تقابل با هم چه پدیده رو ایجاد میکنن. در این فیلم این شده مثلا سه حوزه، شیطانگراها رو یک جناح قرار دادن، خود مسیحی ها و خداگراها رو هم یک جناح قرار دادن، نقطه وسط اینها کسی که بیگناه بیطرفه ولی در تقابل این دوتا داره این میانه له میشه، گرفتن داروینیستا، همون گروهی که گفتم تک تک توی فیلم اعلام میکنن، مثل اون پلیس، مثل اون خانواده اون آقای دکتر و غیره، که دین ندارن، اعتقاد به خدا ندارن. این رو به سادگی نشون داده و انتهای فیلم هم وقتی اون آخرالزمان میخواد صورت بگیره و این خانم کریستینا میخواد شروع کنه همه جا رو نابود کردن، یکی یکی اونا از منطقه خارج میشن و منطقه رو ترک میکنن، بهشون گفته میشه خودتون رو نجات بدید و فاصله بگیرید از اونجا. پوینت پلزنت از این منظر سینمای شیطان پرستی نیست، برخلاف اینکه دیدم بعضی دوستان تصور اولیه داشتن که این یک اثر شیطان پرستی شناخته میشه و چون
انتهای فیلم چهره‌ای که پیروز صحنه هست لوکاس و خانم کریستینا هستن و رسماً گراهام که سرکرده و سردسته مسیحی هاست اعلام میکنه که ما شکست خوردیم، یعنی مسیحیت در مقابل مسیح گراها و در مقابل شیطان گراها شکست میخورن، اما در واقع پیروز صحنه شیطان گراها نیستن. پیروز صحنه همون کسایی بودن که نماد پرچم آمریکا رو داشتن، پلیسی بود که آمد برای نجات زنش و بقیه اون کشیش و افراد دیگر رو مورد شلیک قرار داد. پیروز صحنه باز اون جریان داروینیست و جریان حاکم بر خود فرهنگ آمریکاست، نه جریان مسیحی یا جریان شیطان پرست. این نکته اصلی است که توی فیلم میشه بهش پرداخت. برای ادراک صحیح کار قطعاتی از فیلم رو که اینها چطور در نسبت با هم میتونن این فضا رو به وجود بیارن، من مشخص کردم که این قطعات رو اگر ببینیم کار رو بهتر نشون میده. فقط من اجمالی این کاراکترها و شخصیت‌های اصلی رو معرفی کنم. خود در واقع کریستینا که شخصیت اصلی محسوب میشه، زاده خانومی است به نام آن. تمثیلی که تو این فیلم استفاده شده، کریستینا میشه همون مسیحا، یعنی برگرفته از مسیح. توی فیلم چند بار تکرار میشه که مادرش باکره بوده، یعنی نمادی است از مریم سلام الله علیها، که این مادرش این مریم باکره بوده و این بکرزایی داشته. پدرش معلوم نیست، آقای کینگستون پدر این محسوب نمیشه، فقط بزرگش کرده. در قسمت‌های انتهای فیلم خانم آن که مادر کریستینا هست پیداش میشه، منتهاش چون تشریح میکنه که چطور شد این باردار شد، میگه که این رو به اصطلاح میبرنش توی یک فضایی، توی یک محیط مهمانی، دارویی بهش میخورنند که بیهوش بشه، وقتی بهوش میاد بعد احساس میکنه که مهارش کردن و کسی، یک نیرویی به این تجاوز کرده تا بچه دار شده. اون نیرو رو که تمثیل میکنه توی فیلم مدام میگن پدر، یعنی میگه پدر، یعنی پدر کریستینا که میگه، این پدر کریستینا هیچ وقت نشون داده نمیشه. این پدر که اینجا به نام شخصیت حقیقی و حقوقی بالای سر کریستینا شناخته میشه، در واقع لوکاس هم که زمین آمده این کار رو دنبال کنه، پیگیری کنه، پدر اینجا منظور خداست. در مسیحیت و در شیطان پرستی غربی لفظ لورد و لفظ پدر وقتی مطرح میشه منظور خداست. خدا هم همزمان پدر فرشتگان و ملائکه و انبیاست، هم همزمان پدر شیاطینه. آنچه که شما در سراسر فیلم میبینید و الغای غیر مستقیمی که صورت میگیره، اون پدر خود شیطان، اون در واقع از خود خدا میاد، خود خداست که لذا یک جور بازخوانی و قرائت از درون مسیحیت علیه مسیحیت این فیلم. ببینید گروه کلیسا روبروی شیطان پرستا هستن، ولی گروه شیطان پرستا چهره اصلیشون میشه کریستینا که شخصیت اصلی فیلمه، نقش اول فیلمه، مادرش آن که این مریم باکره بوده و تشریح میکنه که چطور بچه دار شده و این اقوا شده و گول خورده و یک نیرویی که اون نیرو رو هم نمیدیده از اون آبستن شده، این بچه شیطانه. حالا خودش با کلیسایی ها دست به دست هم دادن که این رو نابود کنن. همونطوری که شما در فیلم فرشتگان در آمریکا یا در سریال های مثل سوپرنچرال که اشاره کردیم اینجا، یا در فیلم جدید لژیون، یا در فیلم قبلی که به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های ترانس مدرن ساخته شده بود، کیانو ریوز بازی کرده بود و اونجا دیدیم که یک کودکی رو قرار بود به دنیا بیاد اون رو نابود کردن، این ژانر در تمام این آثار سینمایی دیده میشه که همیشه یک منجی قراره بیاد، یا دختر یا پسر، یا وقتی که به دنیا نیامده نابودش میکنن. این اون چیزی که در فیلم کنستانتین دیدید، در فیلم لژیون دیدید، یه کودکی میخواد به دنیا بیاد، حالا ملائک و فرشتگان و جن و شیاطین میان که اینو نابود کنن، یه گروهی طرفدارشن، یه گروهی مخالفشن.
یا اینکه اینا به دنیا آمدن شکل گرفتن، حالا تقابل مرحله بعد صورت میگیره، مثل سوپرنچرال یا همین پوینت پلزنت. حالا اینجا دختر 17 18 ساله است دیگه، کاملا شکل گرفته، ولی این فرزند شیطانه. مدام در نریشن ابتدای فیلم میگه که این فرزند تاریکی است، آمده که دنیا رو به هم بزنه. پس از دل مسیحیت ماجرا و داستان عیسی و مریم رو گرفتن، فیلمی علیه مسیحیت ساختند که حجو خود مسیحیت بشه، یعنی کلیسا میسته روبروی اینها که اینجا مسیحا رو بکشه، یعنی کریستینا رو بکشه. برنامه‌ای که اون پدرهای کلیسا کشیش‌ها میشینن برنامه ریزی میکنن برای نابودی این خانم هست. خب یک جور از بیانیه است از درون خود مسیحیت علیه مسیحیت، و این بسیار پیام داره. خانواده اصلی شناخته شده تو این فیلم، همونطوری که گفتم، خانواده آقای در واقع دکتر بن هست با خانومش مگی و دوتا دخترش ایزابل و جودی که کشته شده، خودکشی کرده ایزابل. خانواده دوم توی فیلم که خانواده شاخص اصلی هستن، اون کلانتر هست لوگان با خانومش سارا که پسری دارن جسی، که جسی پسر مقدسی است، مادرش به شدت مذهبیه، پدرش بیدینه، و تقابل این ستا رو با هم نشون میده. خانواده سوم خانومی است به نام امبر که معلوم نیست که به اصطلاح مطلقه است یا اصلا هیچ وقت ازدواج کرده بوده یا نه، ولی دختری داره به نام پاولا. پاولا دخترش نامزد جسی بود که با آمدن کریستینا جسی این رو رها میکنه، به سمت کریستینا میره و پاولا به سمت پسر جوان دیگه که اونجا هست، یعنی تری، نزدیک میشه، متمایل میشه. خانواده بعدی خانواده تری هست که با پدرش زندگی میکنه. دوتا خانواده تکوالدینی اینجا داریم. خانواده تکوالدینی اول پاولا و مادرش هست، خانواده تکوالدینی دوم خانواده تری و پدرش هست. پدرهای کلیسا، یکی پدر متو و پدر تاماس و پدر دیوید و بقیه که پیگیری کردن این فاجعه رو، اونها هستن توی این داستان، که دو نفر شخصیت اصلیش پدر تاماس و پدر متو هست. مجموعه خانواده سوم توی فیلم خانواده لوکاس بویت هست با خانمش هولی که هر کدومشون 80-90 سال از عمرشون میگذره، البته توی فیلم جوانن. 70 سال پیش این خانم خودش رو کشته، همین هولی که الان باهاش زندگی میکنه رو کشته و این خفه کرده. روزی یک بار اون حس خفه کردن به این خانم دست میده، جلو چشم لوکاس هست تا لوکاس مدام عذاب بکشه. ترکیب فیلم یک ترکیب عرض کردم روان و ساده است، و پیامی که داره بیشتر پیام برای داخل جامعه آمریکاست، پیام بیرونی نداره. این فیلم بیشتر مصرف داره برای مخاطب داخل آمریکا که این جریان‌های فرهنگی رو میشناسه. دو قطعه اصلی که توی این فیلم این موضوع رو و این مناسبات رو خوب نشون میده، اگر اینها رو ما ببینیم بهتر این موضوع روشن میشه که جهتگیری در این فیلم چیست. موقعی که در قسمت سوم و در قسمت چهارم این موارد رو بهش میپردازن، لوکاس بویت به اون خانم امبر مادر پاولا میگه که میخوام پوینت پلازنت رو تبدیل به یک مکه کنم، چیزی که وجودش زندگی مردم رو تغییر میده. تو همین قسمت کریستینا متوجه میشه که پدری که تا حالا میشناخته پدر واقعیش نبوده. اصلا اسم قسمت سوم اینه که پدر شما کیه. حالا به سراغ لوکاس میره و با اون درگیر میشه. حس شیطانی و بازگشت و توبه رو تو این قسمت خیلی خوب به تصویر میکشه و اون رو نشون میده. نقشی که اشاره کردم در قضیه فانوس دریایی تو این فیلم، اون نقش تو این قسمت سوم خیلی برجسته است. یعنی دکتر بن دخترش تصادف کرده، کسی با این تصادف کرده، یک پسر ثروتمندی است، توی بیمارستان این حس شیطانی بهش دست میده، موقعی که میخواد اون رو بکشه
نور اون نورافکن وقتی به سمتش تابیده میشه، اون نورافکن فانوس دریایی، این به خودش میاد، این کشش ها و کنش ها رو کاملا به زیبایی نشون میده. توی تیتراژ، توی تیتر خود پوستر فیلم یه جمله داره: There are two sides to every soul. یعنی تو همه نفس ها این دوتا ویژگی شخصیتی در همه وجود داره. این چیزایی که شما تو این فیلم میبینید، افراد گاهی اوقات شیطانن، گاهی اوقات فرشتن، حالت عصبی پیدا میکنن، آرام میشن، توی همه افراد این نهادینه شده و جدیه. این مکه گرایی و مکه سازی پیامی است که توی قسمت سوم و چهارم اعلام میکنه. توی قسمت پنجم دیگه رسما اعلام میکنه که میخواد شهر رو کامل بخره. روشش لوگاس برای خریدن شهر ایجاد تفرقه در بین هم است، یعنی تمام خانواده ها رو میندازه به جون هم دیگه و اون خلقیات، اون بعد منفی شخصیت هر کس رو فعال و بیدار میکنه. یعنی نمایش اینکه شیطان در زندگی مردم چه کار میکنه، این کار رو از کارکتر شما، شخصیت لوکاس، خیلی خوب میتونید توی این فیلم ببینید. این چند تا قطعه ای که من مشخص کردم از قسمت هشتم و از قسمت در واقع نهم هست. ما این قطعات رو ببینیم، از قسمت هشتم رو، که اون سیر رو چطور آقای لوکاس به عنوان نماد شیطان میتونه اقوا کنه. قدرت اقوا همون چیزیست که امروز مرسوم شده در کشور ما به جنگ نرم. پدیده جنگ نرم، آقای جوزف نای میگه قدرت اقواگریه. جوزف نای به عنوان تئوریسین غربی این نظریه در 1990، 96 و در 2004 این دو سه باری که مقالات و کتابهایی برای جنگ نرم نوشت، روی این موضوع تاکید میکنه. شیوه اقواگری، شیوه اینکه ذهن دیگران رو تحت تاثیر قرار بدید و ذهن دیگران رو جوری مصادره کنید که کاری که شما میخواهید رو انجام بدن، این مکانیزم قدرت نرمه و اون بهش میگه به اصطلاح سافت پاور، قدرت نرم. حالا تو ایران مرسوم شده به جنگ نرم. توان تسخیر قلب ها و ذهن ها، سراسر پوینت پلزنت کشش و کنش آدمایی است که تا لحظات قبل یه باوری داشتن، الان در تماس با بقیه و در تماس به خصوص با لوکاس، قلبشون از دستشون میره، ذهنشون از دستشون میره، یه جور دیگه فکر میکنن. تا لحظات قبل یه باور دیگه داشتن، بعد بلافاصله باورشون تغییر میکنه، دشمنش بودن میان میشن آدم اصلیش و براش کار میکنن. این فرایند رو، فرایند قدرت نرم و فرایند جنگ نرم در تسخیر قلب ها و ذهن ها رو میتونید ببینید. اون قطعاتی که انتخاب شده یک مقدار گویای این مسئله هست، با هم ببینیم. So is Boyd human or is he something else? Says he works for your father. The prophecies described his servants as people, people who gave up their souls. But he's just a guy. He can be hurt. He can die. Maybe, Christina. You know this whole idea is wrong. No. I'm sick of letting him manipulate me. I'm not just going to sit back and watch him tear apart this town or Judy's family. What were you thinking telling her? Who did you think you were helping? Christina, I'm begging you. You can't go after Boyd until you know more, until you're ready. I am ready. I have to be. Wait. This is exactly what he wants. You're only seeing the enemy in front of you. You're taking your eyes off the real danger. Hate, violence. You can't afford to go there. You head down this road, you may not come back. I'm not just saying this because of what you might do. I'm saying this because I care about you. They probably shouldn't look inside my head. What's that, huh? It's just too scary in here. Come on, Meg. Megan, we just need to make sure we've checked everything. You don't need to be afraid. Really? I'm not afraid, Ben. I'm in drugs. She's the child of darkness, and she's under his protection now. I won't let you destroy these people.
I was sent here to be an influence. You can't just crawl inside that head of yours and make you do things. Her powers are starting to manifest. She'll never be what you want her to be. She's also the daughter of a woman. That means she has a choice. The world have its way with her. Once it does, I guarantee you. Terry! Let me get that for you. I forgot the Yanks are on the West Coast today. Yeah. Just in time for the first pitch. It's good to have another kid around. Seems like Terry's never here anymore. He's been working. Doing what exactly? Mr. Burke, I think you should probably ask him that. You're right. It doesn't really matter, does it? We all got our jobs to do. Figured out what yours is yet? I know it's not playing baseball. You're starting to understand. Understand what? You weren't put here to play games. Dude, we're gonna be late. I'm so sorry. It's such a terrible accident. And Father David gone, too. Not gone. Missing. I pray every day that he'll return to us. It's a trial, Sarah. Faith means nothing until it's tested. I just want to tell you I'm sorry. Father Tomas was good to you, I know. Sorry, I didn't mean to scare you. I need you to understand why I didn't tell you. I do, Mom, but look. Stuff you believe about me, let's say it's true. That I have some sort of higher purpose. You have to let me find it myself. Of course. I'm sorry. He was a fine young man. And while I try to trust in God's divine plan, I can't hide the anger. Anger that he was unable to fulfill the destiny he was given. Anger at the forces of adversity which seek cruelly our undoing. I rage at God. Created hope just so he could kill it over and over to the end of time. And here I am angry. Oh, man! Christina. Look at me, Chris. Let him see my rage. Stop. You can't do this. This is a story of betrayal! We must find the way of the lamp and not the light. The doubts we harbor, that dark night I just described, that is what we must guard against. Let us pray. Christina!
I'm sorry. It's just been a tough couple of days. Chris, that's not it. This is gonna sound crazy. Something's happening in Point Pleasant. Powerful eulogy. The priest was on fire. A little too much brimstone for me. So, your friend. We've never been formally introduced. Jesse. Parker. You're the lifeguard. Who is this guy? He works for my father. Jess, can you give us a minute? It's okay, really. I'll come find you. How dare you come here? Please, that was my kind of party. So the lifeguard calmed you down. I was just getting amusing. What? I don't get to meet the boys you're seeing? You stay away from him. You're not in a position to give me orders. You tried that once and lost. Remember? I'm gonna stop you, I swear to God. How? You can't control me any more than you could control yourself. You're losing it, Christina. اتفاقی که دیدید افتاد این همون بحث اقواست، قدرت کوآپت کردن، اون چیزی که نای ازش به اقواگری یاد میکنه، قدرت نرم. واقعیتی که وجود داره اون دو نیرویی که در درون هر انسانی هست یا دو ظرفیتی برای تسخیر شدن، تأثیر گذاشتن یا تأثیر پذیرفتن. تلاش تقریبا نسبتا موفقی داشته سازنده فیلم و سازندگان فیلم برای اینکه بتونن نشون بدن این کشش ها و کنش ها. افراد یه حالت دمدمی مزاج پیدا میکنن، حالتشون یه لحظه یه جوره، یه مرحله دیگه یه شکل دیگه پیدا میکنه. یعنی در یه مرحله افراد حالت متعادل و طبیعی دارن، در یه حالت دیگه کاملا به هم میریزن. شما این کشش بزرگ مثلا متئو رو دیدید، اون کشش جوان یعنی پدر توماس که لوکاس مثلا اراده کرد و اون صلیب سنگین روش افتاد کشته شد، برای اینکه پیغامی بده به کریستینا که دست از لجاجتش برداره. وقتی که مراسم این بود فقط با اون خشم و ناراحتی کریستینا کاملا این پدر به اصطلاح پدر متئو به هم ریخت و تمام اون چیزایی که در درونش بود نسبت به خدا یه ذهنیتی داشت، یه نگاهی داشت، اما جوری تحت تاثیر قرار گرفت که اون پدر متئو آرام و کاملا متعادل به یک انسان خشمگین تبدیل شد. اون چیزایی که تو درونش بود نمیخواست بگه، همه رو گفت، همه رو توی کلیسا براشفت. اونی کسی که میخندید فقط لوکاس بود که داشت میدید که قدرت کریستینا توی عصبانیتش که میتونه این رو منتقل کنه به کسی که پشت تریبون هست چگونه است. حالا جسی چون نیروشون مکمل هم دیگه بود، به تعبیر یکی از دوستان مثل اون کارتون جونز و جولی بود که دستاشون رو به هم میدادن نیروشون تو برابر میشد، این جسی و کریستینا هم وقتی که نزدیک هم قرار میگیرن نیروهاشون روی همدیگه تأثیر میگذاره و تونست این رو مهارش کنه. این حالتهایی که در انسان هست که میتونه خشمگین بشه، میتونه آرام بمونه، میتونه خوشحال بشه یا ناراحت، حالتهای مختلفی که در انسان هست، کسانی که میتونن این حالتها رو کنترل کنن اینا قدرت نرم دارن. منظور از قدرت نرم، منظور از جنگ نرم این تواناییه، تواناییست که میشود اون پدر متئو آرام و رام رو که انتهاش گفت باید گوسفند بود نباید شیر بود، این پدر متئو گوسفند رو تبدیلش کرد به یک پدر متئو شیر و قرآن، اونم علیه خدا، و دوباره آرامش کرد. این سازوکار توسط لوکاس توی بخش‌های مختلف در قسمت‌های مختلف به عینه دیده میشه و تاثیرگذاریش در محیط اجتماعی جدی است. اونجایی که میگه میخوام شهر رو پوینت پلزنت رو بگیرم و به مکه تبدیل کنم، منظورش این نیست که میخواد بخره، درسته یه دفتر خرید رو پیگیری میکنن، اما این با به هم زدن روابط آدم ها با هم دیگه، یعنی زن ها و شوهر ها رو، فرزندان و والدینشون رو، همسایه ها رو جوری تفرقه میندازه تا بتونه اونجا حکومت کنه که
نظم موجود رو به هم میزنه و یک نظم جدیدی جایگزین میکنه که همون تسخیر اونجاست، یعنی به دست گرفتن اون مجموعه است. و پیروز صحنه هم در انتها گروهی هستن که از اینجا گذاشتن رفتن، ولی اینها تونستن مسیحی ها رو شکست بدن، جریان شیطانگرا. مسئله تخصص کارلوس بوید در جنگ نرم یا اون تواناییش در اغواگری، توی همین قسمت اون پیرمردی که دیدید، پدر تاری که روی تخت افتاده بود، اون زمینگیره و هیچ وقت نمیتونسته راه بیفته. یه جمله داره، میگه که در واقع به جسی میگه در واقع بیشتر از اونی که بودم به اصطلاح حقم نبوده، یعنی همونی که بودم تو زندگیم و الانم که چند وقت افتادم توی تخت و نمیتونم تکون بخورم با این دستگاه ها و وسایل، باید زنده بمونم، بیشتر از اینی که بودم حقم نبوده، یعنی چیز بیشتری نمیخوام، من حقم همینه، حدم همینه. یه ضرب المثل دارن انگلو ساکسون ها، میگن شما در شرایطی زندگی میکنید که لایقش هستید، یعنی این نگاه وجود نداره که هر کس در یه شرایطی زندگی میکنه حقش، لیاقت داره که در یک سطح بالاتری زندگی کنه، یعنی ارتقا پیدا کنه، بلکه این فرض که شما در شرایطی زندگی میکنید که لایقش هستید. انسان افغانی در شرایطی زندگی میکنه که لایقشه، انسان عراقی، انسان ژاپنی، انسان چینی، انسان ایرانی، انسان آمریکایی، هر کس در هر سطحی زندگی میکنه لایق اون سطحی است که در واقع خودش قرار داره. این به یک تعبیر دیگه توی همین قسمت هشتم میگه که به پدر تری، به جسی میگه که در واقع بیشتر از اونی که بودم حقم نبوده، لذا مستحق و لایق یک زندگی بهتر نیست. البته خب اون خانم مگی بعدن میاد سراغش، بهش میگه تو پیام داری، باید خودتو برسونی به جسی و به کریستینا و فضا رو عوض کنی که از اون سطحی که هست میاد بالاتر. اما این خب طبیعتاً یک وضعیتی است که وجود داره. لذا مسئله این فیلم مسئله قدرت اغواگری است و اینکه چطور جریان مسیحی و جریان شیطان پرست، مردم بی خدا، مردم بی اعتقاد به دین، مردم پاگانیست، پاگانیست یعنی کسایی که اعتقاد به خدا ندارن و کفر کیشن، مردم پاگانیست رو تحت تأثیر قرار میدن حالتهاشونو. و این تقابل دو گروه رو شما دیدید، یه صحنه‌ای که کریستینا و اون پدر متئو، یه لحظه کریستینا تمرکز کرد و اون تمام گزاره‌های درونیش به هم ریخت. حالا اگر کسی سازمان یافته آمد یه جامعه رو اینطوری کرد، اومد مردم یه جامعه رو خیلی خوشحال کرد، مردم یه جامعه رو خیلی ناراحت کرد، مردم یه جامعه رو خشمگین کرد، درونشون رو بریزن بیرون. یه جمله داره همین به اصطلاح لوکاس، اون جمله تکان دهنده است، من اصل جمله رو براتون بخونم. میگه که میدانی که آدم ها را چه چیز بدبخت میکند؟ تلاش برای به دست آوردن پاکی. اینو تو قسمت دوم میگه، اسم قسمت دومش هیومن نیچر هست، طبیعت انسان. اونجا کریستینا به این کشیش جوان، همین پدر توماس، توی کلیسا میگه که وقتی اتفاقای بدی برای افراد میفته، مثلا در مورد افرادی که در ارتباط با اونها بودم، تو درون خودم احساس خوشحالی میکنم. این حس بدجنسی و نفسانیت درون انسان رو میگه. آدما دو تا پرده و دو تا چهره ای که دارن اینجوری بروز میکنه. این نکته لوکاس اینه، میگه که غمگینانه ترین چیز در مورد کارهایی که میکنیم اینه که چقدر انجام اونها آسانه. اگه خواستی مردی رو نابود کنی، به اون نشان بده که واقعا در قلب او چی میگذره، چه چیزیه. بذرهای تباهی، شهوت، تزلزل، خشونت یا عقده‌های روحی. مردم مایلن به ذهن خودشون در ذهن خودشون تصاویری از هیولا بسازن، اما هیولای واقعی خود ما هستیم. ببینید اون جمله که گفت اگه خواستی مردی رو نابود کنی، به اون نشون بده که واقعا تو قلبش چه میگذره یا چه چیزی هست، اون بذرهای تباهی و شهوت و تزلزل و خشونت و عقده‌های روحی. این صحنه ای که دیدید که کریستینا خواست، نمیخواست عمدن تباه کنه و به اصطلاح پدر متئو رو، اما وقتی نشون داد که تو قلب پدر متئو چی میگذره، تو ذهنش چی میگذره، این پدر متئو آرام مجموعه است از عقده‌های روانی، از خشونت، از تزلزل شخصیت، از اینکه این حرفایی که میزنه برخلافش اعتقاد داره، معتقد خدا نتونسته رنج و درد و الم و مصیبت رو کم کنه و خدا عاجز از اصلاح امور عالم.
اون کسی که میخواد مردم رو دعوت کنه به خدا، حالا اینجا خودش در درونش خلافش فکر میکنه. این جمله ایست که تو قسمت چهارم لوکاس میگه، توی ابتدای قسمت نهم شما دیدید که خود کریستینا یک لحظه با پدر متئو این کار رو انجام داد و از درونش اون منویاتش رو ریخت بیرون. پس در واقع در قدرت نرم کار کردی که دنبال میشه اینه که این مناسبات رو چطور میشه به هم زد، میشه تغییر ایجاد کرد و اون افراد رو ماهیتشون رو در واقع ماهیت واقعیشون رو نشون داد یا ماهیت واقعیشون رو مدیریت کرد، یعنی افراد رو نفسانی بار آورد، افراد رو در واقع آرامشون کرد. این توانایی رو عناصر و نیروهایی که تو این فیلم تونسته، اون کارگردان سناریست نوشته و اون کارگردان ها تونستن این رو خوب بازی بگیرن از این هنرپیشه ها، این حس رو خوب تونستن منتقل کنن. یک قطعه داریم که اون بحث اتحاد قدرت جسی و کریستیناست. این دو نیروی مخالف همدیگه وقتی به همدیگه نزدیک میشن، توان و پتانسیلشون چه تأثیرگذاری در مناسبات اجتماعی داره. این تأثیرگذاری رو نشون میده اینجا و این نیروهای مخالفی که برای ویرانی به وجود اومدن نشون میده اگه مدیریت بشن میشه ازشون توان مثبت گرفت، منتهاش خب در نهایت اینها روبروی هم قرار میگیرن. جسی نو لیت می فینیش لایک آی بوید آی دونت نو دیس ایز گونا ساوند کریزی بات آی سنس سامثینگ دیس پاور دت هی هاز هیز نات هیر تو پروتکت یو ایز هی لیسن جس آی فلت ایت اند هی وونتس تو سی یو هرت هی وونتس تو سی آل اف اس هرت. Chris, you shine. There's such a light in you. I can see why this guy's after you. People like him, they hate things that are so right. That's not all. I think you're only seeing what you want to see. No, that's how it was. I've been waiting to know what my purpose is. I mean, I dragged you from the ocean. We survived that bus crash, kept that woman from almost dying. Wait. What are you saying? You think you were put on Earth to save me? No, just... We're stronger together. I mean, really stronger. I think we were put here to save each other. And maybe do something great together. I don't know about any of this. That's okay. اون نکته ای که باید بهش تاکید کرد همینه که اشاره کرد کریستینا بهش که تو اون خباثت های درون من رو نمیبینی، فقط نکات مثبت رو میبینی، اون چیزی رو که خودت دوست داری ببینی رو میبینی. این شوک رو کجا بهش وارد میشه؟ زمانی که عملا میبینه که این کریستینا چه موجود خبیثیه و فرار میکنه ازش. ماهیت قدرت نرم اینه که چطور میشه حقیقت رو دید، نه اون چیزی که دوست داریم ببینیم. دوست نداشته باشیم اون چیزی که کسی برامون داره حرف میزنه، اون چیزی که ما دوست داریم رو بگه، حقیقت رو بگه. اونی باشیم که حقیقت میگه، نه اونی که دیگران میخوان. این نسبت رو این توی قدرت نرم خودشو نشون میده. بسیاری از افراد در مناسباتشون اسیر سوء تفاهمن و این سوء تفاهم ها برجستگی خاص خودش رو داره، که خب این یک نمونه شو دیدی. البته این موقعی که پیش کریستینا است دستشو میذاره رو آتش دستش نمیسوزه، اما موقعی که پیش کریستینا نباشه اون نیرو رو نداره و ضعف داره، مثلا دستشو نزدیک آتش میکنه مثل انسانهای معمولی میسوزه. این روند رو در معرفی اون کشش ها و کنش ها به اعتقاد من اون کارگردان موفق بوده و خوب تونسته این رو نشون بده، هرچند مشکلات خاصی داره و همونطوری که اشاره کردم در کانتکست و تفکر انسان آمریکایی این فیلم تعریف میشه، خیلی مناسب مثلا فرهنگ ما نیست و ممکنه اگر اون پس زمینه ها رو نشناسیم درک صحیحی از این فیلم نداشته باشیم. مناسبات فیلم در واقع کاراکترهاش، سه تا عشق مثلثی اصلی توی فیلم هست که بخشی از اون اثر کلی رو با خودش داره. رابطه مثلثی به اصطلاح شاخصش اون ارتباط بین پاولا، کریستینا و جسیه
جسی هم همزمان اون تقابلی رو باید تحمل کنه که یه طرفش پاولاست، همزمان درگیری رو که یک طرفش کریستیناست، یعنی اون حسادت‌های زنانه و اون مسائلی که بین کریستینا و پاولا هست بخشی از این مناسبات قدرت رو رقم میزنه. متقابلا جسی و تری هم همین رابطه مثلثی رو با خود اون پاولا دارن. اون سوی قضیه هم در واقع نیک و مارک با جودی این مناسبت رو دارن، لذا بخشی از ترفند سینمایی و ترفند سریال سازی که اون ایجاد خط تعلیق و کشش توسط روابط مثلثی هست توی این فیلم هم دیده شده. خط تعلیق فیلم رو اگر بخوایم خوب بهش بپردازیم، خط اصلی تعلیق توی فیلم روند آماده شدن شرایط کریستینا برای آغاز آخرالزمانه، یعنی فیلم به گونه ای جلو میره که تیکه تیکه این کریستینا آماده میشه که اون اصطلاحی که بهش میگن اون روز نهایی، اون آپوکالیپس رو که میخواد همه جا رو به هم بریزه و نابود کنه رو پدید بیاره. لذا این خط اصلی تعلیقه، یعنی شما اون چیزی رو که توی فیلم هی دنبال میکنید اینه که این دختره بالاخره یه کاری قرار انجام بده، باید آماده بشه برای اون نابود کردن عالم. خط فرعی، 4 تا خط فرعی تعلیق داره. خط فرعی نخستش روند تثبیت لوکاس و گروه ضد مسیح یعنی شیطان پرست ها در منطقه پوینت پلازنته. اون چیزی که موجب میشه شما ادامه داستان رو دنبال کنید اینه که این لوکاس حالا اومده اینجا دنبال چیه، چطور تثبیت میشه، رمزگشایی بشه از وضعیت عمل اینها و کارهاشو دنبال کنید. خط فرعی دوم تعلیق روند انسجام و سازماندهی گروه واتیکانی ها در برابر گروه شیطانه. واتیکانی ها اصطلاحی که تو این فیلم به کار برده میشه در مورد کاتولیک هایی است که تو همین کلیسا جمع میشن تا آرام آرام جلوی لوکاس و گروه ضد مسیح رو بگیرن. خط فرعی سوم توی تعلیق روند مواجهه گروه بیدین با دو گروه مسیحیون و شیطانیونه، یعنی روند کاری که پلیس داره انجام میده تو این قضایا و مهار میکنه، کارهایی که در واقع اون خود دکتر بن و زنش مگی، دخترش جودی و سایر افراد، گروهی که رسما گفتن تو جای مختلف میگن که دین ندارن، اعتقاد به خدا ندارن، اگر هم کلیسا میرن به خاطر مراسمای عمومی جامعه شونه، و اون هم روند چگونگی مواجهه این گروه بیدین رو که نماد اصلی حکومت و جامعه هستن با این دو جریان رو نشون میده خط فرعی سوم تعلیق. خط فرعی چهارم تعلیق هم همون روابط عاطفی و مثلثی شخصیت های داستانی که اشاره کردم. خب بستر تعلیق، اون چیزی که همین اتفاقا درش میفته که کاملا مشهوده، تقابل مسیحگراها و شیطانگراها در بستر داروینیزمه، یعنی هر دو رو حذف کرده توی نگاه داروینیستی به نفع تفکر علمگرا و اون حوزه. مؤلفه استراتژیک فیلم 4 مؤلفه کلی محسوب میشه که این 4 مؤلفه معرفی خوب وجود خصلت‌های متعارض و ضد و نقیض در طبیعت هر انسان که موجب شکل دهی به پدیده‌های اجتماعی میشه. در واقع پیام اصلی فیلم اینه که این مسائلی که درون اجتماع شما میبینید و یه تمدنی نابود میشه، درست میشه، خراب میشه، حاصل این تعارض در واقع ضد و نقیض هاست. دومین مؤلفه استراتژیک توی فیلم نقش عنصر محبت در بقا یا فناء. لحظه آخری که فیلم میخواد تموم بشه، جودی، کریستینا، یک لحظه این جسی که داره باهاش میجنگه، جسی این مطلب رو منعکس میکنه که یعنی بهش میگه که من به تو علاقه دارم، تو رو دوست دارم، محبتش رو داره بروز میده، این شل میشه، یعنی خود کریستینا رها میکنه کار رو، کاملا خلع سلاح میشه و شمشیر رو از دست این میگیره، میذاره زمین اون دشنه رو. اما خب از این فرصت سوء استفاده میکنه جسی و اون دشنه و اون شمشیر به اصطلاح خنجر رو ور میداره و به این حمله میکنه. در واقع اگر عنصر محبت رو که یک پیام خاصی داره تو اون بخش در صحنه‌های نهایی، عنصر محبت به عنوان متغیر اصلی در جامعه سازی مبنا قرار بگیره، خیلی از این خشونت‌ها رو خونسا می‌کنه. لذا این دختره تو اون بیانیه که داره انتهای فیلم می‌خونه اینه که هیچ کس بهش محبت نکرده، همه اثر خودشون وا کردن
و اون بخش شیطانی این رو برجسته کردن. برخلاف حرفی که اینجا شنیدید بهش داشت میگفت من در وجود تو نور میبینم، این اون بخش منفی وجود این رو بعدن گرفت و به جای اینکه محبت کنه به این و با زبان محبت این رو مهارش کنه، دست به اون دشنه برد و با دشنه اینو کشت، در صورتی که نمیدونست که این اصلا کشته نمیشه و بعد متقابلا خودش کشته خواهد شد. سومین مؤلف استراتژیک فیلم تبدیل پوینت پلزنت به مکه به عنوان پدیده‌ای که وجودش برای وجودش مردم رو تغییر میده. در واقع مکه‌ای سازی کردن ساحل پوینت پلزنت یا تخریب و ویرانی اون. ببینید بعد از اینکه این اتفاق افتاد تمام شد، این دختره راه میفته که اون منطقه رو نابود کنه، که دیگه البته نشون نمیده فیلم که این نابود کرد، فقط این به اصطلاح لوکاس که میشینه عقب اون لیموزین خودش، ماشین خودش، به راننده میگه از جاده طولانی تری برو، فاصله بیشتری برو که میخوام صحنه ها رو ببینم. یعنی اینکه شروع میکنه همه جا رو نابود کردن، حالا که دیگه کینه ها و نفرت هاش بروز پیدا کرد. مکه ای کردن پوینت پلزنت از دید لوکاس این بود که یک فضای رو ایجاد کنه که اون رو تخریب و ویران کنه. این پیام سیاسی و ضد اسلامی است که توی این فیلم داده میشه و متقابلا بحث ما هم این خواهد بود که نه یهود، نه مسیحیت، نه شیطان پرستا، نه بودایی ها، هیچ مکتب و مذهب دیگه این نظم جهانی نتونسته ایجاد کنه اونجوری که ابراهیم ایجاد کرد. کاری که ابراهیم با ایجاد بنای مکه انجام داد و امروز در سراسر جهان یک قبله است، یک جهت، هر کس، هر کدوم از شما هر کجا قرار دارید نماز که میخواید بخونید به سمت یه جایی به خصوص است. این نظم جهانیه. این نظم جهانی در هیچ کجای جهان چنین عمقی نداره. مساجد معطوف به اونجا هستن، این حلقه که شما پیرامون کعبه میبینید وقتی مردم اونجا میرن حج نماز میگذارن به سمت اون نقطه کانونی سجده میکنن، و از همه مهمتر این که توی جامعه مثل جامعه ما دستشویی ها مثلا به سمت قبله ساخته نمیشه، مرده ها رو وقتی میخوان دفن کنن جهتشون رو به سمت قبله میگیرن. یعنی روی همه شقوق زندگی انسان قبله مداری تأثیر میگذاره. حالا وجود یک پدیده‌ای به نام مکه و سازوکارهایی که داره اینگونه مثلا در یک فیلمی تخریب میشه، این اون در واقع حسادت سایر حوزه‌های فکری فرهنگی رو میرسونه که چنین موقعیتی برای انضباط و ساختار نهادین مند اجتماعی ندارن. چهارمین مؤلف استراتژیک فیلم که گفتم این فیلم به اصطلاح مصرف داخلی داره برای آمریکایی‌ها، تخریب انگاره و آیت الهی مریم و چگونگی شکلگیری و تولد عیسی با قرینه سازی ماجرای کریستیناست. ببینید این که مریم مقدس بدون اینکه مردی رو ببینه عیسی رو آبستن میشه و عیسی وقتی به دنیا میاد در همون گهواره حرف میزنه، اعلام نبوت میکنه، حالا پیامبر اسلام در 40 سالگی اعلام نبوت میکنه، ولی عیسی همون لحظه‌ای که توی گهواره هست اعلام نبوت میکنه. حتی قرآن هم به این به صراحت اشاره میکنه که این یک آیته، یک نشانه الهیه، یک نشانه است. شما چطوری این نشانه رو مطالعه میکنید؟ یکی از دلایل ابطال نظریه داروین در اون روند تکاملیش وجود عیسی و مریمه. این که چطور در قواعد بیولوژیکی بدون اینکه اسپرمی باشه، بدون اینکه کروموزومی باشه، بدون اینکه در واقع تخمکی باشه، بدون اینکه در اون فعل و انفعالات در واقع بیولوژیکی انسانی شکل بگیره، یک انسانی پدید میاد و این رو ازش تحت عنوان آیت یاد میکنه. حتی کتاب آسمانی مسلمون ها از اون به عنوان یه آیت الهی یاد میکنه. حالا این رو تخریب کردن، که این یکی از عوامل کسی که اعتقاد به این آیات الهی داره، نظریه داروین رو نابود میکنه دیگه. این روند تکاملی داروین رو کاملا به چالش میکشه. اصلا خود وجود عیسی و شکلگیری عیسی و مادرش، چون قرآن هر دوشون رو آیت میشناسه، میگه مریم و پسرش عیسی، این دوتا آیت هستن. اینجا داروینیست ها حمله شدیدی میکنن و مسخره میکنن. در واقع این فیلم یک استهزایی است در جامعه غربی که کلمه مسیح رو، کریستیان رو میگذارن روی کریستینا، میذارن روی دختری، و این مسیح مادرش عین مریم بوده، باکره بوده، بارها توی فیلم تکرار میشه، و این در واقع خدا یا همون پدر
اونها یا شیطان میاد به این تجاوز میکنه، این اقوا شده بوده، بهش میگه که بهش دارو خوروندن، بیهوشش کردن. بعد وقتی بچه دار میشه، این دختره که میاد توی مردمک چشمش علامت 666 شیطان هست، در واقع روحش شیطانیه و در انتها هم پیامش اینه که این وقتی آمد یک انگاره آسمانی همه جا رو ویران میکنه. این به عنوان مؤلفه چهارم اثر تخریبی بسیار بالایی در جامعه مسیحیت داره، ولی واقعیتش اینه که مسیح و مریم عذرا اینها مربوط به همه ادیان هستند و حساسیتی که نسبت به انبیا وجود داره اینگونه نیست که هر کسی یک پیامبری رو در واقع بچسبه و بقیه رو رها کنه. لذا این توهینی که توی این فیلم روا شده بسیار توهین سنگین و سخیفیست و قرینه سازی مسیح و مریم با اینجا با کریستینا و آن، و اینکه آن مثلا بعد خودش بنیانی میشه، جزو اون گروه مسیحی ها قرار میگیره که توطئه میکنن که باید کریستینا رو جذبش کنن، بیارن یک جایی و بکشنش، و اون دشنه رو میدن دست، دشنه مقدس رو میدن دست جسی که این کار رو انجام بده. 13 نماد، فکت، سمبول در نشانه شناسی این فیلم. من برای آشنایی دوستان، برای اینکه توی نشانه شناسی آثار اینچنینی این المان ها ثابت استفاده کنید، 13 تاشو مثال میزنم. کلاغ توی این فیلم زیاد دیده میشه، نماد وهم شیطانیه، یعنی خروج ذهن از تعادل. کسایی که این کلاغا رو میبینن تون صحنه دیده میشن، نه کسایی که تون مراحلی که اینا رو میبینن دچار توهمن. پس کلاغ نماد توهم شیطانیه، یعنی خروج ذهن انسان از تعادل. کریستینا تو این فیلم نماد مسیح در کسوت، نماد ضد مسیح در کسوت خود مسیحه، که خب کلمه کریستینا یعنی مسیحا. آن اینجا تو این فیلم نماد مریمه، مریم مقدسه که باکره بوده، مریم عذراست و الان هم مسیحی در واقع معتقدیه و علیه دختر خودش یعنی کریستینا شورش کرده. سارا توی این فیلم نماد ساره، همسر ابراهیم، یک زن عمیقا مذهبی. توی این فیلم از یک کلمه یاد میشه به نام بشر منتخب، انتخاب شده، برگزیده. کلمه برگزیده، مبعوث شده، انتخاب شده رو توی این دست فیلم ها زیاد میشنوید، یعنی تو فیلم های هم فیلم های سینمایی هم سریال هاشون از کلمه برگزیده شده، انتخاب شده زیاد یاد میکنن، اون کسی که باید یک نقش و مسئولیت بزرگتری رو به عهده بگیره. خب سینمایی که این ادبیات رو زیاد به کار میبره، آرام آرام مردم خودش رو آماده میکنه که شما هم مردم برگزیده ای هستید. گفتم در فیلم مثلا سوپرمن، وقتی قراره کشوری بشه سوپر پاور، ابرقدرت، انسان‌های خودش رو ابر انسان میگیره، سوپرمن میگیره. جامعه‌ای که سوپرمن داره میشه سوپر پاور، ابرقدرت، جایی است که انسان‌هاش ابر انسانن. لذا بچه‌شون از کوچیکی توی دهه 40 و 50 شمسی، مثلا 20 سال قبل انقلاب، اینا آرام آرام شروع کردن کارتون سوپرمن رو دیدن، این مرد عنکبوتی رو دیدن. این حس منتقل شد که این جامعه‌ای که یک ابر انسان‌هایی داره میتونه حالا ابر قدرت باشه. این نماد و این گزاره که مدام در این دست فیلم‌ها می‌بینید از انسان انتخاب شده، از بشر برگزیده و منتخب یاد می‌کنن، برای اینه که آرام آرام این الغا رو به جامعه‌شون صورت بدن که این برگزیده‌ها از کدوم نژادها، از کدوم تیره‌ها و مذاهب و از کدوم اقوام هستن. دشنه سرنوشت، یا اونطوری که در فیلم کنستانتین دیدید، نیزه سرنوشت، همیشه در دست افراد قرار میگیره برای نهایی کردن کار. این دشنه که از ابزار ثابت فیلمای اینجوری شونه، هم شما در فیلم کنستانتین این رو دیدید که اون دشنه آخرش دست گابریل یا جبرئیل بود که باید اون بچه رو میکشت در شکم اون زن کاتولیک. اینجا هم این دشنه سرنوشت یا اون سرنیزه در دست جسیه که باید کریستینا رو بکشه، که خب وقتی موفق نمیشه و اقوا میکنه کریستینا رو، حرفای محبت آمیز بهش میزنه، کریستینا اقوا میشه، اون رو میندازه، اون ورش میداره و کریستینا رو باهاش میکشه، اما کریستینا دوباره حالش خوب میشه، یعنی زخمش به سرعت بهبود پیدا میکنه. اون وقتی این رو برمیداره با نگاهش هدایتش میکنه به سمت جودی که حالا جودی رو بکشه، این جسی شیرجه میزنه رو هوا که اون دشنه به اون نخوره و خودش با همون دشنه که آورده بود و مادرش یعنی سارا توی کلیسا داده بود دستش که بیاد بره
جسی رو، کریستینا رو بکشه، خودش با همون دشنه کشته میشه. پس تو این فیلم‌ها یک نماد ثابت دارن که دشنه و همون خنجر سرنوشت. ساحل پوینت پلزنت، اصلا ساحل وقتی تو فیلم ها مطرح میشه یا تو داستان ها، جاییست که شما اونجا میرسید، نجات پیدا میکنید، لنگر میندازید و به آرامش میرسید. ساحل پوینت پلزنت ساحل نجات، مکمل این ساحل نجات که یک راه منتهی میشه به اونجا، یعنی دریاها و اقیانوس ها. توی فیلم یک صحنه هایی داره که صحنه های 5-6 ثانیه ای، شب تاریک، نوری که از ساحل داره در واقع متساعد میشه، انگار یک هلیکوپتری هواپیمای روی آب با سرعت رفته به سمت ساحل. این حسی که همه راه‌ها ختم میشه به ساحل پوینت پلزنت رو توی قسمت‌های مختلف نشون میده. نماد هشتم فانوس دریاییه که میشه راهنمای نجات. تقریبا در هر قسمت، تو این 13 قسمت، دو بار سه بار، اولا تو تمام تیتراژا که اون فانوس دریایی هست، چون سواحل مختلف فانوس‌های دریایی مختلف دارن، کل فانوس‌های اون منطقه رو شکل‌های مختلف متفاوتی که دارن روی اونها از بالا فیلم برداری کردن و از پهلو هم نشون میده. تأثیر فانوس دریایی و نقشی که فانوس دریایی به عنوان راهنمای نجات داره برای این ساحل نجات، این رو برجسته می‌کنه که خب بسیار نکته مهمیه. عدد 666 به عنوان نماد شیطان توی چشم این دختره هست و خب رمزگشایی هم شده. پرچم آمریکا بر فراز خونه دکتر بن و همون خانم مگی و جودی، این به عنوان اینکه اینها نماد جامعه اصلی، نماد قدرت اصلی و حکومت و جامعه آمریکا هستن و بقیه در واقع نماد اصلی محسوب نمیشن. این یک الغای مستقیمه. پنجره ایمان توی کلیسا، این پنجرهایی که روشون نقاشی کشیدن، یک بار میشکنه، بار دوم اینا رو درست میکنن. موقعی که سارا داره صحبت میکنه، مردم جمع شدن توی کلیسا، یه بار دیگه اون فرو میریزه که جنود شیطان که همون حشرات مهاجم هستن، اینها رو لوکاس میفرسته، اون حشرات مهاجم رو میان میزنن، اون شیشه رو خورد میکنن. دو بار توی فیلم پنجره ایمان توی کلیسا فرو میریزه و اون نمادهایی که روش هست. پرتاب تیر غیب از سوی پدر، یعنی از سوی خدا و از سوی شیطان، موقعی که این درگیری بین دو گروه مسیحی ها و جسی و لوکاس و دیگران صورت میگیره، این تیر غیب که یک اصطلاحی است که خب خیلی هم مرسومه، زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به عراقی ها فرانسوی ها هواپیمای سوپر اتاندارد داده بودن با یه موشکی به نام موشک اگزوست که از فاصله خیلی طولانی کشتی نفکش ما رو میزدن. یه فاصله را میرفتن رو سواحل عربستان و اون سواحل کشور جنوبی، از اونجا میمدن نزدیک تنگه هرمز، کشتیه که برای ایران کالا می آوردن رو میزدن و هیچ امنیتی وجود نداشت. برای اینکه کالا به مقصد عراق هم نرسه، دو تا اقدام ایران انجام میداد دیگه. یک سری موشک کروز کرم ابریشم داشت که شلیک میکرد، کشتی ها رو میزد. یکی هم یه قایق های توپداری بودن که نیروی دریایی میفرستاد، قایق توپدار تو رادار دیده نمیشدن، میرفتن و اینها رو میزدن. اخبار اون موقع میگفتش که چند قایق ناشناس حمله کردن و در واقع یک نفکش مثلا فرض کنید فلان کشور رو زدن، نفکشی که میرفت برای این کشور عربی. 300 و تقریبا 340 تا کشتی تجاری و نفکش ما رو زدن تو اون 3 سال آخر جنگ. 300 خورده ای فرمان، 430 فروند از عراقی‌ها و کشورهایی که برای عراق کالا می‌بردن زده شد. این که زده شد، دو تا عنوان جعلی تو خبرها گفته می‌شد. یکی این بود که قایق‌های ناشناس زدن و دومیش این بود که موشک‌های سرگردان و تیر غیب. این اصطلاح موشک‌های سرگردان و تیر غیب که می‌رفت می‌خورد به سواحل اونها و شناورهای اونها، این صحنه که تو این فیلم می‌بینید همون حالته. درگیریه تو شب تاریک، یک سری تیر میاد میخوره تو سینه اینها، کشته میشن. هیچ وقت هم شما تو این فیلم متوجه نمیشید که اینها از کجا بود. فقط لوکاس یک بار نگاه میکنه به آسمان که مثلا یعنی خدا کمکش کنه و پدر که میگن اینجا اون پدر یعنی شیطان براشون از اون تیرهای غیب بفرسته. مسئله 13 هم حضور شیطان تو فیلم‌های شیطان پرستی یا فیلم‌هایی که المان شیطانی دارن، وقتی میاد چطور این حضور رو برجسته میکنن توی المان های تصویری.
موقعی که میاد موجب خاموشی نور میشه، پارازیت و اختلال میفته، یعنی نورها شروع میکنه لرزش کردن، دچار اختلال میشه روشنایی ها. آتیشی که اونجا باشه شعله ورتر میشه یا به ایجاد لرزش و زلزله و گزاره های از این دست منتج میشه. تقریبا این گزاره ها تو همه ثابته، یعنی این المان های ثابت تصویری است که استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن اینجا مناسبات ما حالا فوق طبیعی و انگاره های شیطانی است. سریال پوینت پلزنت یک سریال با بیس و پایه داروینیستیه، هم نفی شیطان پرستیه هم نفی مسیحیت، بیشتر از هر چیزی حجو مسیحیت. در انتها اونی که شکست میخوره گروه مسیحی ها هستن که رسما گراهام میگه که شکست خوردن. اون جریانی که قصر در میره جریان خود رسمی یعنی پلیس و اون مردمی هستن که یکی یکی بهشون گفته میشه از اینجا برید، اینجا قرار ویران بشه. و اون کسی که مخربه و در انتها درسته که فائق اومده به صحنه ولی پیروز نیست، فقط میدون براش فراهم شده که حالا همه جا رو شخم بزنه و نابود کنه با اون قدرتی که داره، که جریان شیطان پرستی، یعنی لوکاس و دختر کریستینا. فیلم بسیار ساده است، روون، پیچیدگی و در واقع گزاره‌های لایی و زیرین زیادی نداره، ولی بیشتر همونطوری که اشاره کردم برای مصرف داخل جامعه آمریکا ساخته شده و انسان غیر جامعه آمریکا اگر اون نشانه ها رو نشناسه، اگر با مشخصات سواحل به اصطلاح ایالت فلوریدا، ایالت نیوجرسی، سواحل حد فاصله فلوریدا تا نیویورک و خود این مجموعه آشنا نباشه، به اضافه اینکه تقابل و درگیری های فرهنگی داخل خود جامعه آمریکا رو نشناسه، فهم مناسبی از فیلم پیدا نخواهد کرد. موفق باشید و سلام.